آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، از حملات مرگبار اسرائیل به غیر نظامیان در غزه ابراز نگرانی شدید نموده است. همکارم در گزارش از آخرین وضعیت اسفار غزه گزارشی تهیه کرده که با هم می‌بینیم. بر اساس آمارهای وزارت بهداشت غزه، سازمان بهداشت جهانی و سازمانهای امدادگر و حقوق بشری که در حال کمک به درمان مجروحان حملات هوایی مرگبار روز شنبه توسط نیروهای اسرائیلی به منطقه المواسی غزه هستند، این حملات حداقل 90 کشته و حدود 300 زخمی بر جای گذاشته است. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، اواخر روز شنبه از طریق سخنگوی خود گفت که از دست دادن جان افراد شوکه و ناراحت است. مقام‌های اسرائیلی گفتند که این حمله یک حمله دقیق بوده که محمد دیف، فرمانده ارشد نظامی حماس، و رافا سلامه، معاون او را هدف قرار داده است. این حمله در نزدیکی شهر خان یونس در منطقه ای صورت گرفت که گفته می شود توسط ارتش اسرائیل به عنوان منطقه امن برای غیر نظامیان تعیین شده بود. استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد، گفت که گزارش حاکی از آن است که این حمله در منطقه ای پر جمعیت که به عنوان منطقه امن و بشر دوستانه برای پناه دادن به آوارگان در نظر گرفته شده بود روی داده است. وی تأکید کرد این رخداد نشان می‌دهد که هیچ جای غزه امن نیست و دبیر کل سازمان ملل کشتار غیر نظامیان از جمله زنان و کودکان را محکوم می‌کند. دبیر کل سازمان ملل بار دیگر تأکید کرد که باید یک آتش‌بس بشردوستانه فوری برقرار شود و همه گروگان‌ها فوری و بدون قید و شرط آزاد شوند. تدروس آدهانوم گربسیروس، رئیس سازمان بهداشت جهانی، در پستی در ایکس نوشت وضعیت بیمارستان‌ها و مداوای مجروحان را اسفناک توصیف می‌نمایم. لوئیز واتریچ، افسر ارشد ارتباطات آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی، بعد از ظهر شنبه به وقت محلی ویدیویی دلخراش را از بیمارستان ان‌ناصر در توییتر منتشر کرد که در آن پرسنل بهداشت درمان تنها با آب برکه ها خونها را پاک می کنند. او کودکانی را که روی تشک‌های آغشته به خون دراز کشیده بودند این چنین توصیف کرد که این کودکان به دلیل از دست دادن خواهر و برادر آسیب دیدند و برخی از آنان دست و پای خود را از دست داده بودند و بسیاری از آنها هم جراحت در بدن و هم جراحت تغییر زندگی داشتند.